استاد آشیق عمران حیدری از راویان برجسته موسیقی آذربایجان که هم راه و رسم عاشقی رو خوب میدونن و هم در ساخت ساز قپوز و معرفی این ساز و علاقمندان موسیقی آذربایجان نقش مهمی داشتن مهمون ما هستن. استاد خوش گلدیز، بایرامیز مبارک. سلام سیزن بایرامیز مبارک. استاد یکم از رسم و رسوم نوروزی آذری ها برامون بگین. در شهرهای بزرگ آذربایجان فکر کنم مراسم نوروزی با دیگر شهرهای ایران زیاد فرق نکنه. کما اینکه مثلا این رسم یه مقدار برجسته است، معمولا اون عروس دامادایی که اون سال ازدواج کردن یه هدایای ویژه دریافت میکنن از پدر مادر عروس و داماد اینا. بعد در روستاها بیشتر یه رسمی است که یه بزرگترین اتاق و معمولا یه سفره میندازن و هر چی خوردنی هست اونجا پهن میکنن و مردم به دید و بازدید همدیگه میرن، چه طبیعتاً بزرگترها ارجحیت دارن، یعنی کوچکترها معمولا میرن به دیدار بزرگترها و عیدی گرفتن و تخم مرغ شکوندن و اینا چه دیگه رسمای معمولیه. بعد استاد این قطعه دلنشین رو که برامون اجرا کردین مربوط به نوروز بود؟ نه، این آهنگش مربوط به نوروز نبود ولی میتونست مثلا با شعرش مربوط بشه. این آهنگ به نام باش مخمسه یه چیز خاصی در مورد این آهنگ هست، این که عاشقا معمولا آخرین آهنگی که اجرا میکنن در مجالس عروسی یا در قهوه‌خانه‌ها که مثلا اجرای برنامه دارن آخرین آهنگ باید مخمس باشه. یا شعر از استاد بویرس شیرنی در زارم است. تشکر. خب الان چی گفتی امید جان؟ ما هم بدونیم. من خودم بخواه آذری هم دیگه زندگانی گفتم امید سلامتی کنم. امید آذریه، دینا هم آذریه، فکر کنم همه آذری هم داریم مجی خلافش ثابت بشه. من اتفاقا چند ساعت پیش عرض کردم خدمتشون آقا بهستاد یه استعداد عجیبی داره، در هر موسیقی که میره مثلا اجرا میکنه، موسیقی آذری یا لوری یا هر موسیقی که مال نواحی ایران هست، واقعا فکر کنم حس اونجا رو میگیره. یعنی حتی تو اون اجرای آذریشون دوستان آذری تاکید داشتن که ایشون حتما آذریه. من گفتم ایشون کرد هستن تعجب میکنن. استاد عاشق یعنی چی؟ به طور خلاصه گفته باشم عاشقا بازماندگان خونیاگران قدیمی هستند که اینا به شکل دورگرد در تمام اون موقع که ترکان چادر نشین بودن به حالت قبیله زندگی میکردن بین اینها میگشتن و داستانها و رسم و رسومات و به طور کلی فولکلور و ادبیات شفاهی را به مردم میرسوندن. استاد مرسی که اومدین پیشمون، خیلی خوشحالمون کردین. سال نوتون مبارک باشه. شیرینی بفرمایید. خوشم شما زیرنم.